سلام بچه ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. ساعت الان 7:05 صبح. من الان آماده شدم برم دانشگاه. بعد کلن روزایی که ساعت 8 کلاس دارم خیلی سخته برام از خواب بیدار شدن. یعنی صبح زود من اینجوریه که 7:30 خودم از خواب بیدارشم، نه که مثلا 8 سر کلاس باشم. تا 10 دقیقه دیگه باید بزنم بیرون، چون نیم ساعت تا دانشگاهمون راهه. اینجام خیلی شلوغ و ترافیکه. بریم تو آشپزخونه بقیهش بهتون بگم. بچه ها، من سپایا دوربینم تو این اساس کشی شکست و شما من از زاویه یکم پایین تر میبینین تا اینکه من برم سپایه ها رو بخرم دوباره. یه قهوه ساده برای خودم درست کردم بخورم قبل از رفتنم. دیروز یادتونه بهتون گفتم کباب ترکی اینجا داره تو این ولایه، رفتم همون رستوران، همون چیزی که اون سری گرفته بودم خوردم، یعنی کباب ترکی دیگه. بعد ببین، نمیدونم گوشتش مونده بود چجوری بود که بعد تازه نصف غذا رو خوردم، کامل نخوردم. از دیروز من حالم بده، یعنی دیروز من نه شام خوردم، الان صبحونم نمیتونم بخورم. احساس کنم بخورم حالم بد میشه، ولی چون تا قهوه نخورم چشام باز نمیشه. قهوه رو حتما میخورم بعد میرم دانشگاه. کلاسایی که امروز دارم، الان ساعت 8 کلاس زبان مجاری دارم، بعد 9:50 یه کلاس ریاضی دارم که لکچره، از این کلاس بزرگاست و تمومه. بعد شما رو البته با خودم میبرم دانشگاه، فضا دانشگاه رو میخوام بهتون نشون بدم. بعد امروز یه ایمیلی از طرف دانشگاه برای ما اومده بود که گفته بودش که مثلا لیدرای 60 شرکت قراره که بیان و مثلا کاراشون رو پرزنت بکنن، مثلا 60 شرکت مختلف. بعد گفته بود آره میتونید بیاید ببینید مثلا چجوری و اینا. بعد ساعت نزده بود، خیلی برام عجیبه. من همش تو ذهنم بود که بعد از ظهر این اتفاق، ولی ساعت نزده بود. حالا باید برم بپرسم، چون اونم خیلی دوست دارم برم ببینم چه جوریه. باید برم بپرسم ببینم مثلا کی برگزار میشه، ساعت چنده و اینا. فقط تاریخش مثلا برای امروز بود. قرار با هم بریم خرید کنیم یکم دیگه، براتون بگم همین دیگه. حالا تا تو ادامه روز با من همراه باشید که امروز قراره که دانشگاهم با هم ببینیم. این لباسیه که امروز برای دانشگاه پوشیدم، این شکلی. یه چیز خیلی جالب و متفاوت که بهتون بگم، دانشگاه قبلی که من پزشکی توش میخوندم اکثر همکلاسیام هم ایرانی بودن. بعد کلن یه جو خیلی ایرانی تو دانشگاه بود و انگار مثلا ایرانه، حالا همه بدون حجاب شدن. بهتون بگم 90% همکلاسی من اصلا ورودی سال ما ایرانی بودن. حالا الان دانشگاهی که من میرم، من توی این حالا 3 هفته که رفتم دانشگاه یک دونه ایرانی هم ندیدم. 80-90% بچه‌ها که کلا مجاریان، بقیه هم مثلا دانشجوی اینترنشنال. حالا مثلا یه دوست تایلندی پیدا کردم، البته مال خود تایلند نیست، مال یه کشور اطرافش، من یادم رفت چه کشوریه، تا حالا اسمشو نشنیده بودم. مثلا سیاه‌پوست هستش از جاهای مختلف، ترک هست، عرب هست، از کشور آذربایجان هست، ولی میگم ایرانیش فقط منم. خیلی عجیبه برام. و اینکه تیپ بچه ها خیلی فرق میکنه توی این دانشگاه، مخصوصا خود مجاری ها مثلا خیلی لباس این مدلی میپوشن. حالا یه کت بلندم روش میپوشم، چون مثلا اون وقت که میرفتم دانشگاه ایرانی بودن همه اکثرا حالا مثلا با یه هودی، با یه مثلا شلوار و هودی و کاپشن و بولیز و شلوار رو این مدلی میومدن، ولی خیلی نانازی اینجا لباس میپوشم. من جو اینجا رو خیلی دوست دارم. مثلا حتی دیدم پیرهنم میپوشن، پاشندار میپوشن. شایدم به خاطر رشتمونه که مثلا خب مارکتینگ و کامرس و مارکتینگ و اینجور چیزا، بیزنس و اینا، خب میدونی تیپ لباس پوشیدن آدم با توجه به اون محیطی که توش هست فرق میکنه. و خب البته بچه ها مهندسی هم زیادن اونجا، ولی خب میگم دانشکده که ما هستیم برای بیزنسه. خلاصه که اینو پوشیدم. بزن بریم، ساعت 7:15 شد، دیدم 40 دقیقه تا اونجا راهه، بریم تا دیرم نشده. این پالتوهرم با این شال پوشیدم روش، اینجوری شد دیگه. بزن بریم. هر مسیری که تو مجارستان بخوایم بریم تو گوگل مپ که سرچ کنین نزدیکترین ایستگاهتون رو میاره و اسم ایستگاه‌ها هم همونطور که میبینید نوشته.
اینم کارت حمل و نقل 1 ماه است که با استودنت کارت قیمتش خیلی مناسبه، 900 فورین. این هم همون بوفه معروف دانشگاه که همه چیش کلی ارزونه، ولی برای میان وعده سهم من فقط یه تیکه شکلات تلخ لیندز با یه قهوه امریکانو شد. اینجا همون جاییه که برنده مختلف اومده بودن تو دانشگاهمون و این قرفه هم یه قرفه برنده لوازم آرایش آمریکایی بود. ساعت 12 بعد میخواستم برم کوروین که یه پاساژ اینجا اونجا برم نهار بخورم، دیدم هم نهارای اینجا قیمتش کمتره، همین که یه سری کار دارم باید ویدیو شرکت رو بفرستم که کسی که اونجا هست برام درست کنه، گفتم بذار بشینم همینجا کارمو انجام بدم، چون که یه دونه ایونت ساعت 3:45 دقیقه است که با رئیس دانشگاه خب اونو نمیخواستم برم، یعنی فکر میکنم چیز خاصی باشه، همینطور کلا میخواد بیاد بشینه صحبت کنه و اینا، ولی یه ایمیل واسه اومد که نمیشه برای سال اولیه اجباریه، برای همین 20 دقیقه هم اینجا راهه. گفتم بذار بشینم همینجا کارام بکنم دیگه، یه برای که خواستم برم مستقیم برم اونجا. حالا پست و اینا هم باید میرفتم، نمیدونم مثلا امروز برسم یا نه. یکم تایم اضافه آوردم اومدم خرید خونه کنم از فروشگاه لیده. خب بچه ها من اومدم خونه، دیدم که اون وسط یه ساعت اینطورا وقت دارم، بعد گفتم بذار وقتم رو هدر ندم چون میخواستم خرید خونه انجام بدم، گفتم بذار برام خرید خونه رو انجام بدیم با هم و بیایم که حالا بعد به بقیه کارا برسیم. خریدایی که کردم قیمتاشم براتون میذارم، هم به فورینت هم به یورو، بعد دیگه حالا به تومن هر چقدر بود چون قیمت یورو تغییر میکنه یا خودتون حساب بکنید. آها بعد اینم بهتون بگم توی رژیمی که من دارم غذاها خیلی متنوع است. این چیزی که من الان خریدم میخوام باهاش یه پیتزا رژیمی درست بکنم که توی بعد شامم میتونین بخورین، اما حالا اندازه و مقدارش رو بهتون میگم چقدر باشه، مثلا نباید یه عالمه بخورین، فکر میکنم 3 تا اسلایس بود اصلا. برای همین مخلفات توش 2 تا ژامبون بوقلمون گرفتم، یه دونه فلفل دلمه گرفتم. بچه ها اینا خیلی خیلی تونده، خیلی تونده ها، یعنی اگه میایین اینجا از اینا میگیرین حواستون باشه، یعنی یه دونه کاملش مثلا توی یه ماکارونی میریزی قشنگ آتیش، ولی خب ما غذای تند خیلی دوست داریم، برای همین از این فلفل دلمه گرفتم. این معمولی هم دارن ولی خب ما تند خوریم. یه بسته قارچ گرفتم، بعد پنی پیتزا کم چرب پیدا نکردم، از این موزارلا توپی کوچولو گرفتم به جاش که حالا نمیدونم، این فکر کنم چربیش هم زیاد باشه، آره زیاده، برای همین کم باید بریزم توش. برای نونشم تورتیلای جو گرفتم. بعد بچه ها یه چیزی حواستون باشه، اینا رو از لیدل خریدم اولا من، بعد اینکه لیدل که میرین خرید بکنین یا حالا تسکو هر جا فرق نمیکنه، سکه های 100 فورینتی باید داشته باشید که چون سبدا با هم قفلن برای خرید، باید توی این قسمتش که توی ویدیو توی عکس اینجا میذارم براتون فشار بدین تا سبد آنلاک شه و بتونین ازش استفاده بکنین. این از خریدا. یه چیز جالب که بهتون بگم، صبح اولین کلاسم کلاس مجاری، زبان مجاری بود و اینکه اولین جلسه ایم بود که داره تشکیل میشه. خب دانشگاه ما یه سری بچه ها بورسیان، مخصوصا حالا مجارستان برای ایرانی ها مقطع ارشد و دکتر انجام میده، ولی خب اونایی که اینترنشنال کشورهای دیگه اومدن همین مقطع کارشناسی هم خیلی ها بورسیه دارن. جالبیش اینجا بود که من کجا فهمیدم اصلا این کلاس مجاریه تو برنامه درسی من نبود، من با یکی از دوستام که داشتم صحبت میکردم، همین دختری که بهتون میگم تایلندی مال یک کشور نزدیک اونجاست، یهو گفت من کلاس مجاری دارم و من که بودم که من چرا ندارم، ما که یه سال یه رشته اینطوری،
از ادمیشنمون که پرسیدم گفتش که این کلاس مجاری رو اونایی که بورسیان حتما حتما باید سال یک تمومش بکنن، ولی اینایی که بورسیه نیستن میتونن که حالا سمستر بعدم بردارن. بعد من بهش گفتم که منو ثبت نام بکنه که گفت مال بورسیه هست. بعد یکی دو روز بعدش یه ایمیل به هم زد گفتش که جای خالی هست توی کلاس، اگر که میخوای بگو همین سمستر من سریع ثبت نامت کنم. و منم با توجه به حالا رشته که دارم میخونم احساس کردم که خیلی نیازه که زبان مجاری رو زودتر یاد بگیرم، یه مقدار دست با شکسته برادم ها، ولی احساس کردم که خیلی زودتر باید کاملتر یاد بگیرم، به خاطر اینکه این دانشگاهی که میرم میگم محیطش خیلی متفاوته با اون چیزی که من قبلا میرفتم. میگم 90% بچه ها مجاری هن و اصلا خیلی جدیدن داره برام پیش، مثلا تو خیابون که میرم یهو یکی شروع میکنه مجاری با هم حرف زدن، آدرس پرسیدن، و خب دوست ندارم اینجوری که بگم مثلا من مجاری خیلی نمیفهمم، من انگلیسی فقط حرف میزنم. برای همین سری گفتم که منم ثبت نام بکنم و اینکه حالا همین که کردیتشو دارم زودتر واحدم تموم میشه، همینم که زودتر خب زبان مجاری رو یاد میگیرم. و الانم سعی میکنم مثلا بیرون میرم دیگه دیدم در حد محاوره ساده که بلدم مثلا یه خرید میرم، چه میدونم حالا توی یه محیط عمومی بتونم با یه نفر مجاری صحبت کنم. قبلا اصلا هیچ تلاشی نمیکردم، فقط انگلیسی صحبت میکردم، ولی جدیدن تمام تلاشمو دارم میکنم که باهاشون مجاری صحبت بکنم. راجع به این ایونتی هم که تو دانشگاه بود، شرکت ها مختلف بودن، مثلا بوش بود، همین جایی که من قرفشون گرفتم یه دونه لوازم آرایشی بود، یعنی یه کمپانی لوازم آرایش بود، کمپانی مختلف بودن کلن. بعد چون دانشگاه ما کلن رشته های بیزنس و مهندسی رو داره، اینا اومده بودن اینجا داشتن محصولاتشون رو پرزنت میکردن و برای بچه های مثلا سال بالایی که دیگه حالا درسشون تموم شده یا دارن دوره کارآموزی میرن و دیگه مثلا میخوان وارد بازار کار اینجوری بشن و اینا، فرصت خوبی بود که بتونن اینجوری مثلا با کمپانی های مختلف هم آشنا بشن که اگر که حالا بخواد درخواست کار بدن صحبتی بکنن، یه همچین فرصتی رو برای بچه ها گذاشته. یه احساس نیاز خیلی زیادی که من اینجا کردم، خب میگم دانشگاهمون بیشتر جمعیتش مجاریه و اکثر این غرفه ها اصلا انگلیسی بلد نبودن صحبت بکنن. مثلا یکی بچه ها رو گیر می آوردن میگفتن که آره مثلا من صحبت میکنم باشون، یکی وای میسا ترنسلیت میکرد. و خب این خوب نیست دیگه، چون تو خود مجارستان هم بخوای وارد مثلا بازار کار بشی، حالا به غیر از شغل های جنرال دانشجویی، مثلا توی یک کمپانی یا درست حسابی که بخوای کار بکنی مسلما باید زبان مجاری بلد باشی. و خب این یه ذره باز دوباره امروز احساس نیازتون بیشتر کرد که مجاریه رو یه ذره قوی تر شروع بکنم به کار کردن. و حالا بذاریم بهتون نشون بدم چیزی که به هم داد. این کمپانی یه دونه بروشور داد به هم، کلی محصول اینجا معرفی کرده که قیمتان هم بغلش نوشته محصول آرایش بهداشتیه. من تا حالا این برند رو ندیده بودم، نمیدونم شماها دیده بودید یا نه. ازشون پرسیدم این مجره، گفتن نه یه برند آمریکاییه و حالا داشتن اینجا پرزنتش میکردن دیگه. حالا اگر که آدرس مجاری داشتی مثلا یه فرم من پر کردم، آدرسم رو دادم، شماره مثلا آیدی کارتم و با اطلاعات شخصیم و اینا، و اینکه گفتن یه ایمیل میفرستم برام، اگه اون ایمیل میتونم محصول سفارش بدم و محصولاشو با تخفیفای خیلی خوبی برام میفرستن. جالبه، حالا یه ویدیو یوتیوب میگیرم چند تا محصول با هم انتخاب میکنیم، سفارش میدم بیاد تستش میکنیم ببینیم چجوریه. ببین همه چی دارم، محصولات پوستی، عطر، آرایشی، اگر چیز خاصی مد نظرتون هست بگید که اونا رو با هم انتخاب بکنیم. الانم ساعت 1:30 و خوبی این تیکت های دانشجویی که بهتون نشون دادم اینه که شما توی یه ماه هر چقدر که بخواین از هر وسیله نقلیه عمومی میتونین استفاده کنین، از اتوبوس گرفته ویلاموش، مترو، تاکسی نه، وسیله حمل و نقل عمومی میتونین اینا استفاده بکنید و پول نمیده دیگه. با همون 900 فرنتی که دادی کارو جمع میکنی. برای همین مثلا هی تو رفت آمدم نگران نیستم که دارم پول رفت آمد میدم، نمیدونم وایسم یه جا کارم یه جا که تموم شد بعد برم سراغ کار بعدی، اینش خیلی خوبه. تو وقت هم صرف جویی شد، چون از دانشگاه اومدم خونه خریدار کردم الان جابجا میکنم. و اینکه الان میخوام جمع کنم دیگه برم سمت اونجایی که چیزه
ایونت هست که رئیس کل دانشگاه میخواد بیاد صحبت بکنه، اونجا هم براتون ویدیو میگیرم. Freedom and Love. This movie was filmed in water polo sport because Hungary is also. آخرش هم یه میز برای پذیرایی چیده بودن که در عرض چند ثانیه قلقم شد و همینو به من رسید.